حمله موشکی بامداد چهارشنبه جمهوری اسلامی به دو پایگاه عین الاسد و اربیل از مهمترین مراکز تجمع نظامیان ایالات متحده در عراق. هرچند که تهران و واشنگتن درباره ابعاد و تلفات احتمالی این عملیات تفاسیر متفاوتی دارند، اما بدون شک این حادثه یکی از بزرگترین رویارویی‌های نظامی مستقیم دو کشور از زمان پیروزی انقلاب اسلامی تا کنون بوده است. کشته شدن قاسم سلیمانی که بسیاری او را دومین شخص قدرتمند نظام می‌دانستند، توسط پنتاگون و آن هم به دستور مستقیم دونالد ترامپ رهبر جمهوری اسلامی را در وضعیتی قرار داد که یک اقدام نظامی تلافی جویانه، هرچند محدود، برای نشان دادن اقتدار و تسلی خاطر هواداران او قابل پیش بینی بود. اصرار علی خامنه ای به شلیک موشک‌ها از خاک ایران و به عهده گرفتن مسئولیت آن نشان می‌دهد که او مستقیماً رو در روی شخص ترامپ قرار گرفته است. از دیگر سو با آنکه هدف قرار دادن پایگاه هوایی البلد در بغداد و پایگاه‌های ویکتوری و کیوان که در فاصله نزدیکتری از مرزهای ایران قرار دارند برای سپاه قدس آسان‌تر بود، انتخاب اهدافی در استانهای علمبار و اربیل را میتوان پیام آشکاری از سوی حکومت به همراهان منطقه‌ای واشنگتن دانست. اقلیم کردستان به رغم روابط نزدیک با جمهوری اسلامی از متحدان اصلی کاخ سفید در عراق است و عدم شرکت نمایندگان کرد در جلسه فوری پارلمان درباره خروج نیروهای خارجی از خاک این کشور برای تهران خوشایند نبود. از دیگر سو علمبار از مراکز عمده قبایل عرب سنی است که رهبران آنها عمدتاً از مخالفان دخالت‌های حکام تهران در امور سیاسی و داخلی بغداد هستند. پیامی که حالا ابعاد آن از عراق فراتر رفته و بدون شک کشورهای عرب خلیج فارس نیز از آن آگاه شدند. الله اکبر، خامنه ای رهبر. به باور تحلیلگران نظام در ساعات گذشته با تبلیغات گسترده بر تلفات و عمق خسارات این حملات موشکی تلاش کرد تا انتقام خود را مناسب، سخت و دردناک نشان دهد. اما در آن سوی میدان، ساختار دموکراتیک ایالات متحده و عدم کنترل دستگاه اجرایی بر روی نهادهای مدنی و مطبوعات به ترامپ اجازه پنهان نمودن تلفاتی به این گستردگی را نخواهد داد. اما اگر جمهوری اسلامی به همین اندازه بسنده کند و هیچ آمریکایی هم کشته نشده باشد، آنگاه انجام عملیات نظامی گسترده تر از سوی آمریکا بعید به نظر می رسد. به زودی مشخص خواهد شد که کدام طرف درست می گوید. آنگاه شاید تصمیم فرمانده قوی ترین ارتش جهان چندان خوشایند دشمنانش نباشد. Thank you, fellas.